اولین مانعی که وجود داره برای تشکلیابی در ایران وجود استبداد سیاسی هست. استبداد سیاسی از اونجا که به اصطلاح از اتحاد مردم به ویژه طبقه کارگر وحشت داره، چون تا زمانی که طبقه کارگر متفرق هست، پراکنده هست، راحت‌تر میشه حقش رو خورد، راحت‌تر میشه سرکوب کرد، اما کارگر به اصطلاح متحد و متشکل میتونه بسیاری از به اصطلاح به خواسته خودش برسه، از طریق اتحاد و مبارزه خودش بسیاری از مطالبات خودش رو بهش چیکار بکنه، دست پیدا بکنه. تجربه های دههای گذشته و صدهای گذشته نظام سرمایه‌داری چه در ایران و جهان هم نشون داده که به اصطلاح هرگاه طبقه کارگر متحد و متشکل مبارزه کرده، سرمایه‌داری رو تونسته به عقب بنشونه، بسیاری از خواسته دست پیدا بکنه، بسیاری از حقوقی را که طبقه کارگر در مقیاس جهانی الان بهش رسیده مسئول همین اتحاد و چیه؟ تشکل. مطابقی در یک کشور استبداد سیاسی اونم از نوع اوریانش وجود داره. این استبداد سیاسی به اصطلاح هر گونه فعالیت برای ایجاد تشکل مستقل رو سرکوب میکنه. البته دیگه الان ما سالهاست که از اون کشورهایی که فقط به اصطلاح هر نوع تشکل یابی درش ممنوع بود رو فاصله گرفتیم. منطقه رژیم ها دیگه الان سعی نمی کنن. مثلا چون دیگه بخصوص اکثر این دولت ها عضو سازمان جهانی کار هستن، سازمان جهانی کار هم به عنوان شعبی از سازمان ملل یه جورای نیمچه نظارتی بر این دولت ها داره، دولت ها به جای انکار هر نوع تشکل سعی می کنن دست به ایجاد تشکل های دستساز بزنن. مثلا در زمان شاه بعد از انقلاب سفید شاهد ایجاد مثلا سندیکاهای زرد هستیم که البته خب نمایندگانشون از صافی ساواک گذشته بودن در به اصطلاح رشته های عمده چی تولید. بعد از انقلاب در ایران هم بعضی میگن شوراهای واقعی سرکوب شدن، اتحادیه‌های مستقل سرکوب شدن، رژیم دست به ایجاد چیکار کرد؟ شوراهای اسلامی کار در کارخانه جات زد، زمینی که انجمنهای اسلامی و بسیج کارگری هم وجود داشت به عنوان بازوهای سرکوب و ایدئولوژیک در چی کارخانه جات. بنابراین اولین مانع در ایران وجود استبداد سیاسی هست و به اصطلاح بدون محو استبداد سیاسی آزادی کامل تشکل مستقل در ایران تقریبا محال است. دومین مانع خود سرمایه‌داران و کارفرمایان هستند. به این ترتیب که گاهی در برخی کشورها هم دیده شده، در همین کانادا هم دیده شده که مثلا قوانین آزادی تشکل رو، حداقل تشکل‌های نوع سندیکایی رو به رسمیت شناختند، ولی خود کارفرما به لطایف الهیال سعی میکنه چه از طریق تطمیع و چه از طریق تهدید به بیکارسازی کارگران مانع متشکل شدن کارگران بشه. مثلا سال گذشته مثلا در یک کارخونه که مثلا بولبریم سازی مثلا بوده 100 نفره در همین کانادا، تعدادی از کارگران با نماینده های اتحادیه تماس میگیرن که بیاید اینجا رأی گیری بکنیم ببینیم که به اصطلاح اگر اکثریت کارگران رأی دادن ما اینجا اتحادیه ایجاد بکنیم. کارفرما در هفته های قبل از اون نهایت تلاشش رو کرد، هم از طریق مختصر اضافه کردن دستمزدشون و هم از طریق اگه سندیکا بیاد من برشکست میشم اون وقت شما کارتون از دست میدید، من کارخونه رو تعطیل میکنم، فلان میشه، شما برای چی میخواهید به اصطلاح ماهانه 20 دلار 30 دلار به عنوان حق عضویت بدید و خواستن مثلا تعدادی از کارگران پیشروی اون کارخونه به محل به اصطلاح دفتر مدیریت و تطمیع اونها یا تهدید اونها عملا کاری کرد که اکثریت اون وقتی رأی گیری هم مخفی بود، اکثریت کارگرها به اصطلاح چیه رأی دادن که اون سندیکا یا اتحادیه در کارخونهشون شکل نگیره. یعنی در واقع توی کانادای جهان اولی مدرن قانون آزادی تشکل رو به رسمیت شناخته، دولت هم ظاهرا مشکلی نداره، اما کارفرما اونقدر قدرت داره که از طریق تهدید و تطمیع مانع تشکلیابی مستقل کارگران بشه. بنابراین در هم شکستن اراده کارفرما و تهدیداتش یکی از به اصطلاح عواملی است که میتونیم مانع تشکلیابی کارگران را از سر را چیکار بکنیم برداریم. سومین مانع به نظر من خود ناآگاهی کارگران هست، به این ترتیب که خب هرچی به اصطلاح میزان سواد، نه فقط سواد خوانده نوشتن بلکه آگاهی سیاسی اجتماعی در میان کارگران پایین باشه، خود کارگران به ضرورت اتحاد و همبستگی نرسن.
بخصوص در کشورهایی که تنوع مذهبی وجود داره و تنوع قومی و ملی وجود داره، یکی از حربه‌هایی که کارفرما همواره استفاده میکنه این هست که کارگر کرد رو بندازه به جان کارگر شمالی، کارگر شمالی رو بندازه به جان کارگر ترک و میان اینا تفرقه ایجاد بکنه. همچنان که مثلا در تهران میبینیم هیئت‌های مذهبی مثلا عزاداران و حسینی ملایری داریم، لرستانی داریم، فلان بردیم که این انشقاق ایجاد میکنه، از طریق این تفکیک قومی و مذهبی که وجود داره سعی میکنه مانع شکلگیری ارادی واحد و طبقاتی کارگران باشه. تشکل به خصوص کارگری اون چیزیه که وجدان طبقاتی ایجاد میکنه و آگاهی ناشی از اون فراتر از همه به اصطلاح چیه دستبندی های قومی و مذهبی هست. اون وقت کارگر مسلمان کارگر یهودی و بهایی رو متحد خودش میدونه در مقابل سرمایه‌دار مسلمان و اون کارگر یهودی کارگر مسلمان رو متحد خودش میدونه در مقابل صاحب کارخونه‌اش که اگه ممکنه مثلا به خصوص زمان شاه خیلی هاشون یهودی بودن. بنابراین بالا کمک به ارتقای آگاهی کارگران، رشد سواد هم از سواد خواندن نوشتن گرفته تا به سراچی آگاهی سیاسی اجتماعی و تبلیغ و ترویج دائمی ضرورت اتحاد و همبستگی و فوایدی که این کار برای خود طبقه کارگر داره از نان شب هم چیه واجب تر است. بدون اینکه طبقه کارگر به این آگاهی برسه محال اولا تشکل ایجاد بشه، یا اگرم ایجاد بشه این تشکلی به سرعت بروکراتیزه خواهد شد. یه عده نخبه، یه عده بروکرات و رهبر اون بالا میشینن و توده به اصطلاح کارگر به طور منفعل که از اونجا که به این آگاهی نرسیده که از طریق دموکراسی مشارکتی به طور فعال در سرنوشت خودش درگیر بشه تشکل هم ایجاد بشه، این تشکل به سرعت به یک نهاد نخبه‌گرای متکی و چند نفر و بروکراتیک تبدیل میشه. اما چهارمین مانع اختلاف و گرایشات متفاوتی هست که در درون خود کارگران و پیشرو و به ویژه سوسیالیست و در میان گروه های چپ حامی طبقه کارگر وجود داره که این رو در ایران به وفور به اصطلاح ما این رو میبینیم. از اونجایی که در ایران گروه های مختلف چپ وجود دارن، به این گروه های مختلف چپ در درون طبقه کارگر سعی میکنن فعالیت بکنن و بعد بخش قابل توجهی از کارگران پیشرو گرایشات سیاسی معینی دارن، این گرایشات سیاسی معین یا گرایشات حزبی معین گاه تأثیرات خودش رو روی نحوه تشکلیابی به اصطلاح چیه طبقه کارگر میذاره. مثلا شما اگر یادتون باشه بعد از انقلاب 57 مثلا فرض فدایان مثلا تشکل ایجاد کرده بودن اینا کارگران پیشرو، مثلا خط سریا ایجاد کرده بودن کارگران مبارز، راه کارگر مثلا چیزی داشت به نام اتحاد کارگران. در واقع از طریق ساتور ایدئولوژیک این طبقه کارگر رو شغل کرده بودن. البته هر حزبی، هر سازمانی، هر تشکلی میتونه برای خودش فرض کمیته کارگری و شاخه کارگری هم داشته باشه، ولی هیچ یک از اینا جایگزین یک تشکل مستقل از دولت و مستقل از احزاب که روی اراده وسیع طبقه کارگر متکی باشه به صلاح نمیکنه. ولی کاری که جنبش چپ در ایران کرد اینه که یا سعی کرده اراده خودش رو بر این طبقه تحمیل بکنه، یا برخورد ایدئولوژیک کرده با تشکلیابی طبقه کارگر، یا یک سری بحث‌ها رو دامن زده به دلیل مثلا علایق یک تشکل خاصی از طبقه کارگر باشه. مثلا الان در جنبش کارگری ایران پاری بحث شورا را مطرح میکنند، ادی بحث سندیکا را مطرح میکنند، جمعی به اصطلاح نوعای دیگه کمیته های کارگری رو مطرح میکنند. وقتی صحبت از تشکل کارگری میکنیم باید ببینیم که منظور از تشکل کارگری چی هست. بنابراین تاریخ رو اگر تاریخ 200 سالی مثلا نظام سرمایه‌داری و شکل‌گیری جنبش کارگری رو نگاه بکنیم، جنبش کارگری وقتی شکل گرفت به مرور بر مبنای تجربه جنبش خودش و فعالیت خودش نوعهایی از تشکل‌ها رو به دست داد که تشکل‌های سندیکایی یا اتحادیه‌ای نخستین انواع این تشکل‌ها بودن.
شورا چه وقت در شکل میگیره؟ اگه شورا، درکی که ما از شورا داریم، من هم مدافع شورا هستم، من هم مدافع اتحادی هستم، هم مدافع کمیته، به شرط این که بدونیم این رو کی و چگونه مطرح میکنیم. اگر منظور از شورا، شوراهای مشورتی امرهم شورا بینهم نیست، انجمنهایی که به صلاح هیچ قدرت اجرایی ندارن و اراده ای رو نمیتونن جا به جا بکنن، اگه منظور این نیست، شوراهایی هست که مثلا نخستین چیزی که به نام شورا در تاریخ جنبش کارگری جهان شکل گرفته در انقلاب 1905 روسیه بود که اونجا بهشون میگفتن سوویت، که این شوراهای کارگری وقتی تشکیل میشد اینا کنترل کارخونه را به دست میگرفتن، یعنی نه تنها کنترل تولید بلکه به اصطلاح وقتی رفتن به سوی انقلاب که بعداً انقلاب اولشون شکست خورد، ولی در انقلاب 1917 وقتی پیروز شدن میدید که به اصطلاح سلب مالکیت میکردن از سرمایه‌داران، نه تنها تولید رو به دست میگرفتن بلکه مدیریت کارخونه رو هم به دست میگرفتن. یعنی در یک شرایط انقلابی، در یک شرایط موقعیت انقلابی چیزی به نام شورا شکل میگیره که کارخونه رو از سرمایه‌دار خالی میکنه، سلب مالکیت میکنه از سرمایه‌دار و مدیریت کارخونه رو به دست میگیره. یعنی کارخونه کنترلش میفته به دست چی؟ به دست شورا. خب ولی این شورا در چه مقطعی میتونه شکل بگیره؟ در شرایطی که به اصطلاح موقعیت انقلابی هست، یا در شرایطی که تونستی قدرت سیاسی رو سرنگون بکنی و سلب مالکیت بکنی از نظام سرمایه‌داران و نظام سرمایه‌داری رو به اصطلاح به سوی اضمرارش حرکت بکنی، اون وقت میتونی به اصطلاح چیه؟ کنترل مدیریت کارخونه رو به دست بگیری. درست؟ این تحت این شرایط. ولی در شرایطی که توازن قوا به گونه‌ای نیست، ما در موقعیت انقلابی قرار نداریم که به اصطلاح کارگر اگرم در یک کارخونه مثلا فرض ذوب‌آهن کارگرها حرکت بکنن، چیزی تشکیل بدن، اسمشو بزنن شورا، این در ظاهر اسم شورا، شورایی که نتونه مدیریت کارخونه رو به دست بگیره، کنترل تولید رو بگیره، این اسم شورا نیست. یعنی اون عملکردی که اون شورای مفروض اگر ایجاد بشه در ذوب‌آهن انجام خواهد داد، همون عملکرد اتحادیه خواهد. ولی در این حال آیا همین سندیکاها هم دیگه معتقدن به بن‌بست رسیده؟ به تجربه کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته نگاه میکنن، بروکراتیزه شدن به اصطلاح سندیکاها و اتحادیه در کشورهای سرمایه‌داری و اینکه عملا خودشون به یک فعالیت صرفا صنفی محدود کردن، خود اینم به بن‌بست رسیده. یعنی شما اگر ما از اتحادیه و سندیکا دفاع میکنیم، اولا این اتحادیه باید اتحادیه باشه که مبتنی باشه بر اراده خود کارگران و کارگران بیشترین از طریق دموکراسی مشارکتی بیشترین مداخله رو در سرنوشت خودشون داشته باشن. فعالی این اتحادیه های کارگری میبینید طرف چند ده سال رهبر اتحادیه است. اولا که رهبری باید باشه فردی، رهبری باید جمعی باشه، چرخشی بودنش، دوره‌ای بودنش، محدود بودنش و ایجاد امکانات و شرایطی که توری کارگر به اصطلاح در اداری خودمون اتحادیه نقش ویژه‌ای داشته باشه، این به اصطلاح اون چیزی که بهش میشه گفت دموکراتیزاسیون سندیکاها یا اتحادیه‌ها. بعد نکته بعدی چیه؟ نکته بعدی اینه که این یک تصور خامه که فقط از اتحادیه فقط باید کار صنفی بکنه. در جامعه سرمایه‌داری که تو هر قانونی که در پارلمان گذرانده میشه، از توی یا هر مقرراتی که در شورای شهر گذرانده میشه، بر سرنوشت اکثریت کارگران و زحمتکشان به اصطلاح تاثیر داره، هر تصمیمی که در مورد بسیاری از مسائل اجتماعی سیاسی گرفته میشه روی سرنوشت کارگران تاثیر داره، این خام خیالی خواهد بود که تو از یک اتحادیه صرفا صنفی دفاع بکنی. اون ایده‌ای که فکر میکرد فعالیت صرفا صنفی که ربطی به سیاست و ربطی به مبارزه طبقاتی و مبارزات اجتماعی دیگر نداشته باشه و پیوند نداشته باشه با جنبش‌های اجتماعی، به نظر من دیدم چیه؟ شکست خورد. بنابراین شورا یا اتحادیه، این دعوایی که به اصطلاح الان توی ایران راه افتاده، اینو ما چجوری میتونیم حل کنیم؟ به هر حال این گرایشات متفاوت وجود داره. شما مثلا الان یک غیر از اینم نیست، فقط شورا و سندیکا نیست. برخی مثلا ما داریم تشکلی داریم به نام اتحادیه آزاد کارگران ایران که این به دلیل همون استبداد سیاسی که در ایران وجود داره و سایر موانعی که وجود داره، نتونسته در هر کارخونه سندیکا یا اتحادیه ایجاد کنه.
این اومده کارگرایی هستن که یکیش ممکنه در اصولیه پارس جنوبی کار بکنه، یکیش در کارخونه ریسندگی بافندگی سرندج کار بکنه، یکیش مثلا در کارخونه پارسدارو کار بکنه. دی از کارگران هستن به طور آزاد یک اتحادیه تشکیل دادن که در واقع خب این اتحادیه خب تفاوت مالی به نظر من داره با سندیکاهایی که در بسیاری از کشورها وجود دارن. این در واقع اتحادیه کاری که میتونه بکنه از اونجایی که چون در هر کارخونه پایه نزده بلکه اتحادی است از فعالین منفرد از کارگران پیشرو، اون وقت به اصطلاح چیکار کرده، فعالیتی که میتونه بکنه اینه که به اصطلاح مثل یک کانون دفاع از حقوق کارگران، مثل به اصطلاح نهادی باشه از کارگران، اتحادیه‌ای باشه، نهادی باشه از کارگران پیشرو. برای چی؟ برای سامان دادن به جنبش کارگری. حالا من نکته آخر نکته رو تموم بکنم. این اختلافات واقعی هست، چه اونایی که میگن سندیکا نه یک کلمه کمتر نه یک کلمه بیشتر، چه اونایی که میگن کمیته کارگری یا شورا یا اتحادیه جنبشی یا من نمیدونم اتحادیه آزاد، این اختلافات وجود داره. یعنی به جای اینکه ما بیایم به اصطلاح نرخ در میان دعوا نرخ تعیین کنیم، بیایم بگیم که ما مدافع تشکل مستقل کارگری هستیم، هم مستقل از دولت هم مستقل از بسیار چی احساب. بگذار خود کارگران در هر جایی که هستند خودشون، مثلا کارگران هفت‌تپه رفتن سندیکا ایجاد، ممکنه مثلا در جای دیگری کارگران دارن یک نوع دیگری تشکل ایجاد بکنن، ولی باید تفاوت‌های بین شورا و سندیکا و کمیته اعتصاب و یک اتحادیه رو کاملا درک کرد. متاسفانه برخی درک نمی‌کنن، ولی برای اینکه این گرایشات رو ما در این حال احترام بذاریم و در این حال با ارادی واردی وارد جنبش کارگری بشیم، اینه که همه نیروهای چپ و کارگری حول ایده تشکل دفاع از تشکل مستقل کارگری و همچنین فعالیت توامان صنفی و سیاسی در جنبش کارگری با هم همکاری و همگانی داشته باشیم.